خب در حال حاضر در این فضای به حساب احساسی خیلی حرفا زده شده، حالا واقعا دارند یواش با کم کم با توجه به اون چرا که شمخانی گفته دارن وارد مرحله واقعا عمل میشن، یعنی بشینن تصمیم بگیرن چه گزینه هایی در اختیار دارند، این گزینه ها باید چجوری قابل اجراست، چه توانایی های ایران داره، ارزیابی باید بکنند، درست مثل یه طرح عملیاتی بشینن و بنویسن و این رو ارائه بدن. این گزینه ها رو خوب دقیقا ما نمیدونیم، ولی بیشک حدس من اینه که این گزینه ها چند وجهی خواهد بود، چند مرحله‌ای خواهد بود و به طور کلی ایران سعی خواهد کرد اگر واقعا بخواد دست به یک عملیات نظامی اینگونه‌ای بزنه که آقای شمخانی پیشتر هم گفته که عملیات ما هم نظامی خواهد بود و هم غیر نظامی، مربوط میشه به گسترش در واقع این میدان منازعه، یعنی استفاده از گروه های نیابتی در عراق، در حزب الله لبنان، در لبنان یا اینکه در سوریه و حتی در یمن اگر بخوان این رو گسترشش بدن. ولی خوب دقیقاً ما نمیدونیم، ولی قابل حدس هست یکی از اونها پایگاه های آمریکاست که واقعا پراکنده است در منطقه و دست کم 7 پایگاه در جنوب خلیج فارس آمریکا داره به اضافه پایگاه بگرام در افغانستان و همینطور پایگاه دیگری در جیبوتی داره. آقای آریان، این جنگ های نیابتی تا کی ظرفیت نیابتی موندن دارن؟ خب جنگ‌های نیابتی این یکی از واقعا حربای اصلی ایران هست، این در چارچوب اون جنگ‌های نامتقارنه، حتی اگر بین ایران و آمریکا درگیری پیش بیاد در داخل خلیج فارس، استراتژی ایران که استراتژی در واقع ضد دسترسی است به اصطلاح و ملحوظ شده در دکترین نظام ایران بر همین مبناست، استفاده از سلاح‌های مختلف است، جنگ نامتقارن مانند مینای دریایی است، موشک‌های بالستیک، موشک‌های کروز، قایق‌های تندرو است، انواع و اقسام این ابزارهایی را که ایران در اختیار داره. ایران، اینو من چند بارم پیشتر گفتم، وارد جنگ، یک جنگ مستقیم با آمریکا نخواهد شد، برای اینکه یک جنگ کلاسیک با توجه به ناهمسنگی که بین قوای ایران و توان ایران و آمریکا وجود داره نتیجهش از پیش معلوم است. وزیر خارجه ایران محمد جواد ظریف امروز گفتش که در وهله اول باید شاهد پایان حضور نیروهای آمریکایی در منطقه غرب آسیا باشیم. چقدر شدنی از دید شما؟ خب از این حرفا زیاد میزنن، فکر نمی کنم که واقعا به این گونه باشه. فعلا توجه همش به خروج قوای آمریکا از عراق هست. آمریکا پایگاه های خودش رو در برای نمونه در جنوب خلیج فارس که دستکم 7 پایگاه داره و تازه داره 2 پایگاه جدید دیگری، پایگاه استراتژیک در بندر دغم و سلاله عمان داره برپا میکنه، هیچ موقع اصلا منظورش نیست که بخواد از جنوب خلیج فارس خارج بشه و کشورهای عربی جنوب خلیج فارس هم این را نمیخوان. بنابراین این فکر میکنم که یه مقدار خوشخیالی باشه. در رابطه با عراق چی؟ میدونیم که به هر حال قطعنامه خروج نیروهای خارجی در پارلمان به تصویب رسیده و همینطور فشار بر مقامهای عراق برای اینکه نیروهای خارجی رو، مشخصا نیروهای آمریکایی رو از این کشور در واقع اخراج بکنن بیشتر و بیشتر میشه. فکر میکنید که آیا موفق خواهند شد عراقی ها که نیروهای آمریکایی رو اخراج کنن؟ خب این بستگی داره به فاکتورهای بسیار زیاد. در وهله اول اون کاری که صورت گرفت و قطعنامه‌ای رو که واقعا پارلمان عراق این رو پذیرفت، خب بسیاری از کردها، نمایندگان کرد اونجا نبودن، نمایندگان سنی نبودن و این باز بستگی داره به ترکیب مجلس در آینده، نخست وزیر کی باشه یا نخست وزیر فعلی در شغل خودش ابقا بشه در آینده یا نه، و این فاکتورها همه اینها تاثیر خواهد داشت و آمریکا
یک نکته ای رو که من واقعا بهش توجه بکنم اینه که در این حیث و بیس پرزیدنت ترامپ گفته که اگر بخوان ما رو با زور از اونجا خارج بکنن ما تمام هزینه ها رو از عراق میگیریم. این به باور من به زبان خودمونی بگیم توف سربالاست. شما میخواین از عراق خارج بشین، چه تحریم هایی رو میخواین علیه عراق برای نمونه اعمال بکنید؟ تحریم های شما میتونید از زمینه تسلیحاتی باشه، سلاح و تجهیزات و تانک و توپ و جنگنده هایی رو که خودتون دادین به اینا. خب اگر نخواهید ندین، عراق در یه مرحله است که الان داره در آستانه تولید نفت در حدود 6 میلیون بشکه در روز قرار داره، یعنی به اندازه کافی درآمد داره. کشورهای اروپایی هستن صف میکشن برای فروش سلاح، به ویژه چین و به خصوص روسیه. در مورد تحریم‌های دیگری رو که پرزیدنت ترامپ در مورد صحبت کرده، شاید در ارتباط با صنایع نفت عراق باشه که اونجا شرکت‌های آمریکایی دست زیاد دارن. اونجا هم اگه بخواد تحریم اعمال بکنه، بیشتر هزینه‌ها و بیشتر ضرر به خود شرکت‌های آمریکایی میرسه. بنابراین من این تهدید پرزیدنت ترامپ رو عملی نمی‌بینم و شاید در دراز مدت آمریکایی‌ها بخوان نیروهای خودشون رو خارج بکنن یا این رو به حد اقل برسونن، ولی در هر صورت حضور گسترده آمریکا در منطقه این باعث خواهد شد که اگر بخواد کاری در منطقه انجام بده و منطقه رو زیر نظر داشته باشه، بتونه از جاهای دیگه این کار رو عملی بکنه. آقای آریان، فکر می‌کنید که عراق به تنهایی توان نظامی مقابله با داعش رو داره؟ خب داعش، ببینید، داعش چیزی ازش نمونده. آمریکا همین کاری رو که با داعش انجام داد، خب بیش از چندین هزار سورتی آمریکا عملیات هوایی انجام داد در همین مبارزی که با داعش برقرار بود. ولی پیاده نظام آمریکا کیا بودن؟ پیاده نظام آمریکا کردا بودن و به اضافه همین ارتشی رو که خودش تربیت کرده بود در عراق، دو لشکرش دو دستی موسل را تقدیم کرد و داد دست داعشی ها، و به اضافه هشت شعبی، همین جنرال به حساب سلیمانی که این همه ازش صحبت میکنن، خب به طور غیر مستقیم داشتن باهاش همکاری میکردن برای مبارزه با داعش. داعش توان اونچنانی فعلا نداره، بنابراین اون حضور گسترده‌ای ده که آمریکا فعلا برای خودش دست پا کرده در عراق، در جای جای عراق پایگاه درست کرده، این فکر نمی کنم که تمامش برای مبارزه با داعش هست. ولی بعضی از کارشناسا آقای آریان، بعضی از کارشناسای نظامی معتقدند که هنوز توان عملیات پراکنده رو داعش داره و با همین استدلال در واقع دونالد ترامپ رو راضی کردند که نیروهای آمریکایی رو بخششون رو در سوریه نگه داره. هنوز معتقدند که امکان انجام عملیات هر چند محدود رو داعش از دست نداده. خب 100% این قابل قبوله. ببینید در یه سطحی وقتی که با داعش مبارزه میکردن گسترده بود، یه جنگ بود. حالا این تبدیل شده درست مثل القاعده به حملات موردی، یعنی اون توان گذشته رو دیگه داعش نداره. این عملیات موردی هست، عملیات تروریستی هست، حمله های گاه به گاه هست، در این سطح هست. بنابراین نیازی به حضور گسترده نیروهای خارجی در منطقه وجود نداره در حال حاضر، چون این احساسی نمیشه. بنابراین بیشتر پایگاهایی که آمریکا درست کرده به برداشت من برای پایش جمهوری اسلامی است، تا اینکه بخواد همه اینها رو برای مبارزه علیه داعش استفاده بکنه. متشکرم حسین آریان، تحلیلگر مسائل نظامی.